خب بریم سراغ این که فایل گرافیکی داریم که اینو می‌خوایم کیفیتش رو افزایش بدیم. ببینید ما یه همچین چیزی داریم و همینطور که این گوشه می‌بینید ابعاد این عکس ما 1161x85 و ابعاد کوچیکیه و میزان و تعداد پیکسل‌های پایین و کمی توی این عکس داریم و می‌بینید که پیکسلی شده و لبه‌های خیلی داغونی داره. خلاصه واسه اینکه اینو بخوایم کیفیتش افزایش بدیم، اولین قدم اینه که ما یک جایی رو به وجود بیاریم که دیتا داخلش بریزیم. به عبارتی می‌خوام بگم که ما سایز عکس رو بزرگ می‌کنیم که باعث میشه تعداد پیکسلاش زیاد بشه تا بتونیم ادامه کار رو انجام بدیم. رو همین حساب اولین کاری که بریم سراغ ایمیج و ایمیج سایز این قسمت بزنیم. من اینو 5 برابرش می‌کنم. یه ضرب در 5 اینجا می‌زنم. اوکی. حالا تو فاز بعدی بعد چیکار کنیم؟ میریم سراغ این که آقا لبه های نرمی واسه این بسازیم. اصلا معلومه که خب این به این خیلی داغونه بچه ها، باید لبه هاشو نرم کنیم که وقتی میخواییم کیفیتش افزایش بدیم لبه های نرمی داشته باشیم دیگه. اولین کار اینه که بریم سراغ فیلتر بلر و گازیان بلر رو بهش اعمال کنیم. انقدری میزان اینو کم و زیاد میکنیم که لبه ها نرم بشه. چه کنید همین هولوش 10 اینا خوبه که من حالا تست کردم قبلا رو همین عکس 10 تو این هولوش خوب بود. من اینو خاموش بگاش نکنید، این بود شد این لبه ها نرمه. انقدری باید لبه ها رو نرم کنید که یه وقت جزئیات از بین نره. مثلا اینجا نگید بچه‌ها این قسمت یه مقداری سفیدی وجود داره و باید وجود داشته باشه. اگه من اینو بیشترش کنم نکنه اینجا قشنگ اصلا رفت سفیدی و این مشکل سازه. رو همین حساب تو رنج 10 و 9 اونورا خیلی خوبه. خب خوبه یکم کمتر هم میشه کرد تا اونجا که میشه بچه پایین در نظر بگیرید تا بتونید اون سفیدی ها و جزئیات رو حفظ کنید. یکمی داره اون دندونه شده ها برمیگرده و لبه ها رو از حالت نرمی داره خارج میشه. این رو 8م مثلا رو 8.5 9 دیگه خوبه. حله. حالا تو فاز بعدی باید بریم سراغ این که آقا من این عکسم رو رنگ میانش رو از بین ببرم. ببین بچه من که زوم کنم نکنید ما اینجا یه رنگ مشکی داریم دیگه، اوکی، و اینجا یه رنگ سفید داریم. بین این سفید و مشکی یه رنگی وجود داره که میانه این دوتاست، میتون اصطلاحاً بهش میگیم و این رنگ خاکستریه. و دلیل این که یکمی تصویر ما تار دید یکمی که نه خیلی تصویر ما تار شده اینه که میتون داریم و میتون میانه ای از رنگ سفید و مشکیه. من باید میتونم رو مطلقش کنم ببرم به سمت یا مشکی بشه، چون بچه مخلوط نکنه هم رنگ مشکی توش داره میتونه من هم رنگ سفید، یا سفید بشه. رو همین حساب چه چیزی بهتر از لول؟ کنترل ال لول اینجا میتونه اونو کمک کنه. هرچه رنگ سفید رو به سمت چپ ببرم میشه که هایلایت ها رو سفیدی ها گسترش پیدا میکنه و هرچه تیرگی ها رو به سمت راست ببرم تیرگی ها گسترش پیدا میکنه. و اینو آروم آروم از هر دو طرف انجام میدیم که جزئیات از دست ندیم. که این جزئیات اونا که بچه ها حالا اصلا اینو میبرم چپ، اینو یکم میبرم اینجا از بین نره، اینجا خیلی حساسیت داره به وجود میاره. و کم کم اینا رو میبریم به سمت هم دیگه نزدیک میکنیم و دیگه میشه گفت میتون اون میانه رو کامل داریم از بین میبریم. یا داریم سفید سفید میکنیم هر چیزی داریم، یا داریم مشکی مشکی میکنیم هر چیزی داریم. و اون بحث میتون و میانه داره خیلی خوشی از بین میره اینجا. خب تیره یا روشنی ها و به این صورت تونستیم کار رو در بیاریم. همین بچه کار ما تموم شده است. و بچه یه همچین پروژه هایی در نهایت به این صورت میره جلو که ما نمیتونیم جزئیات بسیار جزئیش رو حفظ کنیم. یعنی ما محکومیم به این که آقا دیگه فارش نمیشه کرد. اگر حالا کارفرما گیر بده بگید من میخوام جزئیات رو حفظ کنم، باید با ابزار پن رفت کنید که بسیار زمان بره و به شخصه من توصیه نمیکنم یه همچین پروژه رو قبول کنید، چون هیچی هم بهتون اضافه نمیکنه. پروژه خوب پروژه‌ای باشه که کمی چالشی باشه، آدم رشد کنه باش. من این پروژه الان پروژه که نبود، یه چیزی بود که تقریبا تو 20 دقیقه کامل شد بچه‌ها. از اون جهت که اکشن تعریف کردم، هولوش 300 تا عکس اینجوری بود و همش در اومد. یه تعدادیش حالا یه سری مشکلات داشت که به صورت دستی و دونه‌ای من روشون کار کردم و توی یه نیم ساعت تقریبا کار تموم شدش به کمک اکشن ها. و به کارفرمایم که دادیم گفت واقعا اوکی، منظور میرسه و همون چیزی که می‌خوایم دیگه، و خب خداشو قبول شد. و حالا این پروژه واقعی هم بود که چه اتفاقی افتاده خواستم باهاتون در میون بذارم، نظر حالا فرآیند پروژه هم یکم آشنایی پیدا بکنید. و اگر جزئیات رو بخواد باید به نظر پن رست کنید که به نظر من اصلا ارزش نداره. و کلا افزایش کیفیت فایل های گرافیکی خواه ناخواه باعث میشه که ما یه سری از جزئیات از دست بدیم، ولی کلیات قضیه واقعا در نهایت خوب در میاد. اما در ادامه بریم سراغ اینکه آقا اینو پی ان جی شم کنیم دیگه. کافی یه دابل کلیک کنیم، البته خب یه دابل کلیک میکنم تو این قسمت و اینجا کاملا تو قسمت بلندینگ ایف دیز لیر سفیدی ها رو از بین میبریم و کار
تموم میشه.